خوشبختانه ماه رمضان تموم شده، ماهی که همش میگن، خیلی میگن رمضان مبارک، ما همیشه میگیم یا رمضان کریم، ما میگیم رمضان کریه، چون واقعا میبینیم که چقدر تعداد زیادی دارن اذیت و آزار میشن به خاطر روزه‌خواری. توی الجزیره یه جوان 20 ساله به خاطر سیگار کشیدن در ملعان به 1 سال زندان محکوم شد. مثلا توی رام‌الله فلسطین میبینیم که 31 نفر توی کافه بازداشت شدن به خاطر روزه‌خواری. تو ایران، تو عربستان سعودی، همش هر روز این نوع خبرها میاد از کسانی که دارن بازداشت میشن، اذیت و آزار میشن. و خیلی جالبه، ماه سیاه رمضان ماهیه که جنات اسلامی، دولت‌های اسلامی تلاش میکنن که قوانین اسلامی رمضان و روزه رو به زور به حلقوم مردم بکنن. به تمام سیستمای اجبار و تنبیهشون به کار میفته، از پلیس تو هر سازمان و تو هر شهر و تو هر دهکده را میندازن که مردم رو مجبور بکنن قوانینش رو اجرا کنن. و که وقتی مردم هم اجرا نمیکنن، شروع میکنن به تو عربستان سعودی از 5 روز تا 1 ماه، از توی امارات، توی کویت میتونیم بزنیم، زندانی میکنن، شلاق میزنن آدما رو، از کار بیکار میکنن و غیره. و این نشون میده که مردم یه نبرد تن به تنی در واقع تو سراسر کشورهای اسلام زده در جریانه، و ما باید اینا رو بتونیم نشون بدیم و واقعیت سیاهی ماه رمضان رو پیش چشم مردم دنیا بذاریم که ببینن. و این مبارزه رو ما میتونیم ببینیم توی مثلا کشورهایی مثل تونس و مراکش، به طور علنی دارن اعتراضات روزه‌خواری میذارن. تو ایران میدونیم که روزه‌خواری گسترش پیدا کرده، خیلی وسیعه توی ایران، همه جا میشه دید، و اینا همش یه نوع اعتراضیه علیه یه وضعی که با زور میخواد مذهب رو بکنه توی حلق مردم. مسلمه هر کی میخواد روزه بگیره بگیره، ولی بس اینجاست که نباید کسی مجبور بشه که روزه خاری کنه، و وقتی نکنه این به عنوان یه جرم محسوب بشه. دقیقاً واقعیت ماه رمضان در واقع مقاومت مردم در رابطه با قوانین اجباری اسلامیه. تو ایران به شدت تو شهرهای مختلف میتونیم ببینیم جوانا کاملا دارن زیر پا میذارن، مردم اصلا سعی میکنن که تظاهر کنن که روزه هستن، ولی واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی نتونسته قوانین خودش رو روی جامعه کاملا اعمال بکنه. و این در واقع این واقعیتی که توی عراق هست، توی ایران هست، توی پاکستان هست، توی هند هست، توی کشورها، تمام کشورهای اسلام زده هست، و توی کشورهای اروپایی هم همین قضیه. این دعوا سر اجبار به روزه خاری و روزه نگرفتن، اجبار به روزه گرفتن و روزه خاری در واقع یک موضوع در واقع داغیه که توی تمام جوامعی رو که اسلام و سازمان‌های اسلامی سازمان یافته هستن یا دولت اسلامی وجود داره، این واقعیت رو ما باید به دنیا نشون بدیم، بگیم که هر کس حق داره میخواد روزه بگیره روزه بگیره، هر کس هم نمیخواد بگیره نگیره، حق فردی آدم هست، و این باید به حالت عادی تبدیل بشه. و چیزی که میبینیم برای مثال توی دولت‌های غربی همش دارن رمضان رو باد میکنن. میبینیم مثلا رئیس حزب کارگر انگلیس جرمی کوربن میره تو مسجد داره غذا برای همه پخش میکنه توی وقت افطار. یعنی دقیقا همش باد کردن و مطرح کردن روزه است، و اینکه این فرهنگ مردمه، و به هیچ وجه هیچ وقت حرف کسایی که دارن اذیت و آزار میشن، زندانی میشن و حتی تو کشوری مثل سومالیا اعدام میشن به خاطر روزه خاری، این بحث رو هیچ وقت نمی کنن. دقیقاً. و این تمام سیاستمداران سیاست در واقع تمام سیاستمداران غربیه که این حقیقت و واقعیت رو نادیده بگیرن و در واقع باد کردن و هوا کردن جریانات اسلامی و اون فرهنگ اسلامی تو جوامع مهاجر است. یه چیز آخرم اینه که توی کشوری مثل چین ما میدونیم که صدها هزار مسلمان رو گرفتن گذاشتن توی یه نوع کمپایی که اینا رو باز آموزش بدن و دارن اجبارشون میکنن که روزه خاری بکنن و روزهشون رو نگیرن. و خب میشه دید که مشخصا هیچ کشوری، هیچ دولتی، هیچ خانواده، هیچ کسی حق نداره به یه کسی بگه باید روزه بگیره یا باید روزه نگیره. این تصمیم فردیه، و چه چین این کارو میکنه، نباید اصلا
باید محکوم بشه و همچنان کشورهای دولت‌های اسلامی که این کار میکنن و روزه‌خواری رو جنایی میکنن اینم باید محکوم بشه. زنده باد روزه‌خواری.